شهادت عبدالرحیم غفورزاده نخست وزیر فقید افغانستان. شهید دکتر عبدالرحیم غفورزاده فرزند جنرال عبدالغفورخان سریاور است که در سال 1327 در شهر کابل دیده به جهان گشود. پدر وی عبدالغفورخان سریاور از جنرالان اردوی افغانستان در دوره محمد ظاهر شاه بود. دکتر غفورزاده تعلیمات ابتدایی و ثانوی خیش را در لیسه حبیبیه به پایان رسانید. در دوران مکتب در میان همگامانش از هوش بلند و استعداد درخشان بهره مند بود. او بعد از تکمیل دوره ثانوی وارد پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل شد و پس از فراغت از دانشگاه به وزارت امور خارجه افغانستان راه یافت و در پست های مختلف کار نمود و با عنوان یک دیپلمات توانا تبارز کرد. زمانی که نیروهای اتحاد شوروی وقت به افغانستان تجاوز کردند، دکتر غفورزاده در رأس هیئت از سوی دولت وقت جهت اشتراک در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد به نیویورک رفت. او با ابراز انزجار در برابر تجاوز برخلاف توقع دولت وقت در کنار ملت خود قرار گرفت و در مقر سازمان ملل متحد به افشای اشغال افغانستان توسط نیروهای اتحاد شوروی وقت پرداخت و از حقانیت جهاد و مجاهدین حمایت کرد. او همچنان در اجلاس کشورهای غیر منسلک تجاوز اردوی سرخ را به افغانستان به شدت محکوم کرد و از مبارزه و جهاد ملت افغانستان در برابر نیروهای اشغالگر پشتیبانی کرد و کشورها و ملت‌های جهان را به حمایت از مردم افغانستان در مبارزه بر ضد اشغال کشورشان توسط نیروهای بیگانه فراخواند. در آن هنگام این موضع‌گیری غفورزاده اثرات بسیار مهم در سطح بین المللی به سود جهاد گذاشت. شهید غفورزاده از آن هنگام تا زمان پیروزی مجاهدین در سال 1371 به گونه های در خدمت جهاد قرار داشت و در پیوند با رهبران مجاهدین به فعالیت های سیاسی پرداخت. او پس از تشکیل دولت اسلامی در سال 1371 به عنوان 16 فیر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد تعیین شد و در میان سالهای 72 تا 1373 به مقامهای معاون سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد دست یافت. شهید غفورزاده در سال 1374 به صفت معین وزارت امور خارجه مقرر شد و پس از سقوط کابل و دست طالبان در سال 1375 شمسی به عنوان وزیر امور خارجه برگزیده شد. در این هنگام که از لحاظ سیاسی مقاومت در حالت بسیار دشواری قرار داشت، شهید غفورزاده توانست به دیپلماسی افغانستان تحرک تازه بخشد و در مجامع بین المللی با استدلال متین به نفع دولت افغانستان بپردازد. این در حالی بود که بسیاری از وزیران و کارمندان عالی رتبه دولت وقت به رهبری استاد ربانی فقید یا صحنه را ترک گفته بودند و یا در حالت تردد و نااستواری به سر می بردند. مهمترین پهلوی سیاسی و دیپلماتیک کار دولت اسلامی پس از سقوط کابل به دست طالبان و کارزار بودن غفورزاده در این عرصه و نیز استواری و استعداد شخصیش زمینه رشد و تبارز بیشتر او را در صحنه سیاست افغانستان فراهم کرد تا اینکه وی به حیث نخست وزیر دولت اسلامی افغانستان انتخاب شد. شهید غفورزاده جهت تشکیل یک حکومت نیرومند و دارای پایه‌های وسیع می‌خواست با لایه‌های گوناگون قومی و اجتماعی و گروه مؤثر در روند مقاومت افغانستان و افراد مهم در داخل و خارج کشور به مشورت و رایزنی بپردازد و با رعایت این شرایط بتواند حکومتی را تشکیل بدهد که بر دو پایه تخصصی و مصلحت استوار باشد و تلاش داشت که پست‌های تخصصی در حکومتش را بر شخصیت‌های کارشناس واگذارد. در راه انجام این کار 8 روز پس از تصدی مقام صدارت در رأس هیئت از مقامات سیاسی نظامی مقاومت در اثنای سفر به ولایت بامیان هواپیمای حاملشان در هنگام نشست بر فرودگاه شهر بامیان دچار حادثه شد و غفورزاده با شماری از همراهانش به مقام بلند شهادت در راه خدا و آزادی و استقلال میهن نائل گشتند. دکتر غفورزاده که مرد آبدیده در سیاست بود طی این 10 روز گفتگوهای مؤثری را برای دستیابی به یک هدف واحد میان سران جبهه متحد شمال آغاز کرد و از این رو سفری برای دیدار و مذاکره با آقای کریم خلیلی رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی افغانستان معاون کنونی ریاست جمهوری کشور انجام داد. اما پیش از انجام این ملاقات هواپیمای حامل وی در فرودگاه بامیان دچار سانحه شد. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین.
هيئتي المحترمة، رهبری دانشگاه بلخ، استادان محترم، خواهران و برادران عزیز، السلام علیکم. ما همیشه از لحظات بسیار خوش زندگی ممی بوده که با طبقه جوان افغانستان، نسل فردای افغانستان فرصت را یا مدت را چند دستی را با اونا باشد و چی خوشتر که اونها سوالایی کنند و ما را در مقابل سوالها قرار دادن که ما اگر فهم تفهیم باشد تا ببینیم که چقدر وجوه مشترک در تشخیص مرضی که امروز افغانستان به اون مبتلا شده چقدر تفاهم موجود است. البته تشخیص مرض برای اقدامات بعدی به خاطر ای که اون مرض زدوده شود بسیار حیاتی و مهم است. شما هر یک شما امید فردای افغانستان است. اوضاع امروز به ترتیب است که هر یک سوالاتی در مورد حقوق مرد و زن در افغانستان دارد، ولی شما اطمینان میتونم که افغانستان آینده در پرتو دساتیر و هدایات واقعی و اساسی دین مبارک اسلام به هر یک از اتباع افغانستان، چی زن و چی مرد، فرصت مساوی خدمت را و خدمت گذاری را به افغانستان خانه مشترک شد میتونم. و تعجب نکنیم که یک دفعه بعد یکی از شما خواهران یک روز در کرسی صدارت افغانستان. سرنوشت سرخ، یادگار سبز. یادگار سبز. اگر قرار باشد که ویژگی ها و شاخص های بسیار بزرگ در شخصیت شهید غفورزئی را نشان بدهیم، به تردید در صدر آنها دید کلان ملی و روح بلند وطنخواهی و استقلال طلبی او را خواهیم یافت. دید کلان ملی او هرگز او را نگذاشت در تنگناهای قومی و زبانی قرار گیرد و روح بلند وطنخواهی و استقلال طلبی او پشتوانه نیرومند وی در دو دوران جهاد و مقاومت بود که در هر دو بار استقلال و آزادی میهن را در خطر استیلای بیگانه میدید و تلاش و مبارزه برای استرداد آن را واجب میدانست. این ویژگی های شخصیت در غفورزئی او را در چشم رهبری دولت اسلامی افغانستان به ویژه قهرمان ملی شهید احمدشا مسعود نزدیک کرد. چنانچه گفتیم بارسترین عرصه فعالیت شهید غفورزئی دیپلماسی بود، اما وی در کنار آن ذوق و علاقه نیز به هنرهای خطاطی و نویسندگی و سرایش شعر نشان داده که چند اثر از وی به یادگار مانده است. تحلیل و بررسی موافقتنامه ژنو درباره افغانستان، انگشتر عقیق، داستان درباره زندگی خانواده های مهاجر افغان که در جستجوی آزادی اند، رهنمای اسلامی، آموزش های اسلامی برای کودکان مهاجرین افغانستان. شهید غفورزئی ازدواج کرده بود و حاصل آن 4 پسر است که خداوند متعال آنان را در راه پدر گامزن کرده و مرحوم را بهشت برین نصیب فرماید. عبدالرحیم غفورزئی یکی از پیشگامان تأثیرگذار عرصه سیاست در دهه 90 میلادی در افغانستان است که متعاقب تغییر نظام در سال 1992 میلادی و تأسیس نخستین دولت اسلامی در کشور با درایت و تدبیر تخصصی وظیفه‌ای و میثاق و تعهد استوار مردمی و ملی در کارزار پرتلاطم سیاست در افغانستان تبارز کرده و در محدوده زمانی نیم دهه در پست‌های مختلف تا مقام نخست وزیری تثبیت موقف کرد. شادروان غفورزئی که زاده و برخواسته از دامان خانواده آگاه و بیدار بوده و عشق و علاقه و اطلاع کشور و عطش خدمت به وطن را چون میراث گرانبهای فرا گرفته از آن نپنداشت. از سابقه پر درخشش کاری تخصصی در کادر سیاسی وزارت امور خارجه وقت برخوردار بود. آقای غفورزئی بعد از اقامت در امریکا سالیان مدیدی را در راستای اشاعه دایه برحق مردم افغانستان در مجامع بین المللی و امریکا جد و جهد به شایبه نموده و طی سالیان پسین برای بارسانی درست آوانی در حوزه سیاست خارجی افغانستان پا نهاد که افغانستان رهیده از چنگال شوروی وقت یک بار دیگر آماج مداخلات، تعرضات و دسایس پیدا و پنهان کشورهای همسایه در تبانی با قدرت‌های معین قرار گرفته و درگیر یک معرکه تاریخی نظامی سیاسی شده بود. و
و گونه که رویارویی مؤثر با آن همه توطئه های منطقه‌ای و بین المللی که در جنب پایتخت های عمده در غرب با وضوح تا شورای امنیت اسامبلی عمومی و در کل سیستم ملل متحد ریشه دوانیده و عملا ادامه عضویت افغانستان به عنوان یکی از سابقه‌دارترین اعضای سازمان ملل متحد را به چالش میکشید، مستلزم یک دیپلماسی فعال و جهنده مینمود که قادر به تأمین همخوانی و همسویی لازم با اقتضاعات ناشی از جریانات سیال و انکشافات متغیر در داخل افغانستان می‌بود. در چنین آوانی غفورزای با عزم، جزم و روحیه سرشار از حب وطن و حضور فعال در کنار رهبری مقاومت و سایر کادرهای سیاسی دولت حامل تحرک لازم در پهنه سیاست خارجی افغانستان گردید. در حالی که سال 1996 میلادی پس از اشغال نظامی کابل توسط طالبان، در حالی که افغانستان یکی از بحرانی ترین فصلهای حیات سیاسی خیش را تجربه می نمود، او با انتصاب در سمت وزیر خارجه و عنوان یک دیپلمات مجرب و کار آگاه، با اشتراک و سهمگیری فعال در بحث ها و مذاکرات سازمان ملل و سایر مؤسسات منطقه‌ای و بین المللی مرتبط با افغانستان، با تمکین و وقار و بصیرت سیاسی و ملی مصررانه به دفاع از دایه مقام ملی افغانستان پرداخت. دکتر غفورزای فقید طی دوران کاریش در تعداد کثیری از مذاکرات دو جانبه و چندین جانبه پیرامون مسئله افغانستان، اجتماعات صلح بین الافغانی، جلسات و کنفرانس‌های منطقه‌ای و بین المللی اختصاصی بر افغانستان به شمول اجلاس‌های چندگانه ویژه شورای امنیت و اسامبلی عمومی ملل متحد، نهضت کشورهای غیر منسلک، کنفرانس کشورهای اسلامی، به اضافه مذاکرات و جلسات عادی دو جانبه بین المملکتی و بین المللی، جلسات سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا، بحث های سازمان های فرعی ملل متحد چون یونسکو، یونسف، سازمان خوراکه و زراعت و غیره من حیث رئیس هیئت افغانستان شرکت نمود. ایشان همچنان در روند کاری ترتیب قطعنامه های سالانه سازمان ملل متحد بر افغانستان شخصا اشتراک داشتند. غفورزای شخصیت آراسته با جوهر عظیم انسانی، عواطف و احساسات رقیق معنوی، فضائل اخلاقی و سجایای شایسته اجتماعی بود. از آلام و مصائب وارده بر مردم افغانستان با دقت سخن میگفت و به اعتلاء و سربلندی کشورش عشق میورزید. از تعصب، تفرقه و مرزبندی های قومی، زبانی، نسب و منطقه متنفر بود و خودش را به همه افغانستان متعلق می دانست. عدالت اجتماعی را در گرو تأمین برابری اقوام برادر افغانستان پنداشته، کثرت‌گرایی سیاسی و تحقق حاکمیت قانون در کشور را یگانه راه مسیر برای اعاده صلح و امنیت پایدار در افغانستان می انگاشت. وقار و غرور ملی داشت. می گفت سیاسیون پاکستان حیثیت و عزت ما افغانها را به بازی گرفتند. باری در یک نشست رویارو با سفیر و نماینده دائمی پاکستان در ملل متحد اظهار داشت که شاید سیاسیون کوتابین کشور شما آنچه در افغانستان روی داده است را به عنوان یک برد سیاسی تلقی کنند، ولی آنچه را نمی دانند این است که در آزادی این همه ایشان غنیمت بزرگی را نیز از دست دادند که حصول آن چند نسل وقت می طلبد و آن اعتماد ملت همسایه مسلمان افغانستان است که دیگر آن را با خود ندارد. بیننده های عزیز، در 10 سال اخیر تغییرات زیادی در افغانستان روی داده است، اما در گرماگرم این تغییرات، صرف نظر از خصلت کیفی و ارزشی آن، بر شیشه یادمان برخی از شخصیت های مقتدر و صاحب جایگاه در تاریخ دردناک افغانستان و دلیل گمشدگی نخبگان در حوادث دراماتیک و سرعت رویدادهای پس از سقوط طالبان گرد فراموشی نشسته است. این شخصیت و شهید هوشمند عبدالرحیم غفورزای است که در حساس‌ترین مقطع تاریخ که استخبارات منطقه و جهانی ماشین غرورشناک طالب‌سازی را به هدف شیار زدن ارزش‌های مشترک اقوام در کشور به حرکت درآورده بودند، و میدان دیپلماسی دشوار قدم نهاد و در مساف با دهنکجی‌های ارواح خبیثه سیاست منطقه‌ای از گردونی مظلومیت و تلخی‌های مقاومت بالا رفت و دید کلان ملی خود را به هدف حفظ هویت و حضور افغانستان با برجستگی تمام نشان داد. این زمانی بود که حتی ماموران و مقامات بلندپایه حکومت آقای روانی در شرایط دشواری به سر می بردند. عبدالرحیم غفورزای زمان وارد معرکه شد که بود و نبود افغانستان در گرو یک سؤال درشت و سیاه فرو رفته بود. غفورزای در یک چنین احوالی با جریان مقاومت برای حفظ جغرافیا و فرهنگ افغانستان ملحق شد و در مسیر خوفناک مقاومت برای بقای افغانستان جان خود را از دست داد و برای 4 تن از پسرانش یادگار بس بزرگ و زائل نشدنی را به میراث گذاشت.
افغانستان همساله به تاریخ 28 اسد یاد مردان پاکباز و شیفتگان آزادی مملکت در جنگ استقلال را گرامی می‌دارد. اما تا کنون فراموش کرده است که به تاریخ 30 اسد سال 1376 عبدالرحیم غفورزاده نخست وزیر، سخنور و نویسنده گران ارج کشور را نیز از دست داده است که در داغ‌ترین فصل مقاومت مردان آهنین دست و آتشین نفس در برابر هزاران پنجابی، چچنی و عرب به کارزار حیات و ممات شتافت و یادمان درخشانی را نقش برگ‌های تاریخ مملکت نمود. امتیاز غفورزاده در مقایسه با سایر همگامانش این بود که وی در احوال صدای سوی مقاومت مردمی را لبیک گفت که شخصیت‌های امتراض وی به طور کامل صحنه را رها کرده بودند که پاکستان برایشان درست کرده بود و به شکل کاروانی از شلاق و تابوت و رنگ سیاه به سوی دهکده‌ها، قلب‌ها و حریم ارواح پدرانشان به حرکت درآورده بود. غفورزاده به تاریخ 22 اسد سال 1376 شمسی به حیث صدراعظم حکومت تحت رهبری برهان الدین ربانی فقید انتخاب شد و 8 روز بعد در نتیجه سقوط هواپیمای حامل او و همراهانش بر فراز تپه‌های مشرف و فرودگاه ولایت بامیان جان داد. بر این ترتیب مردی که هرگز در تگمه‌های قومی و پنداشت‌های شخصی و ادعاهای مضحک نتوانست جا بگیرد، با یاد آرمان‌ها برای همه افغانستان در آغوش داعی اجل جا گرفت و با خون خط سرخ مقاومت شرفمندانه در برابر ذلت را بر صحیفه تاریخ مرقوم کرد. اندکی پس از پخش خبر درگذشت آقای غفورزاده، دکتر کوفی انان، سرمنشی عمومی وقت سازمان ملل متحد، طی یک اعلامیه صادری رسمی عنوانی دولت افغانستان، غفورزاده فقید را یک دیپلمات ورزیده، متحد و دوست سازمان ملل متحد و شخصیت دارای وجهه جهانی تلقی نموده و نبود وی را ضایعه بزرگ برای دولت افغانستان و مردم افغانستان خواند. هاکزا در سپتامبر سال 1997 سران و نمایندگان جامعه بین المللی اشتراک کننده در 52 اجلاس سالانه اسامبله عمومی سازمان ملل متحد ضمن بجاوردن یک دقیقه سکوت مراتب تأثیر و تأسفشان را نسبت به خبر شهادت آقای غفورزاده رسمن به دولت و مردم افغانستان ابلاغ نمودند. آقای غفورزاده درست در روز پیش از مرگش در شمال افغانستان به مقام نخست وزیری دولت برهان الدین ربانی شهید برگزیده شده بود و طی این مدت امیدهای زیادی برای دست یافتن به صلح آرمانی در افغانستان خسته از جنگ و ویژه در میان ساکنان مزار شریف پایتخت موقت افغانستان پدید آمده بود. این امیدواری ها از آنجا ناشی می شد که عبدالرحیم غفورزاده با عنوان یک دیپلمات افغان که در زد و خوردهای خونین گروه های جهادی دخالت نداشت نخست وزیری را به عهده گرفته بود. تلاش ها برای استقرار صلح در افغانستان زمانی صورت می گرفت که شبه نظامیان طالبان اکثر مناطق افغانستان را تسخیر کرده بودند، ولی چند ولایت شمالی کشور افزون بر بدخشان در شمال شرق و بامیان در مرکز هنوز در کنترل ائتلاف مخالفان طالبان قرار داشت. جنازه عبدالرحیم غفورزاده در مزار شریف به خاک سپرده شده است.